رویارویی سید ایسای مزاری با محمد محقق سید ایسای مزاری مسئول مرکز تبیان در افغانستان در برنامه‌ای که به مناسبت بزرگ داشت از کشته شدن سید علی اکبر مصباح و همراهانش در کابل برگزار کرده بود محمد محقق را قاتل ایشون دانسته و گفته است که قاتل علی اکبر مصباح و یارانش در شهر مزار شریف حاج محمد محقق است و این حمله به دستور ایشون صورت گرفته است به گزارش خبرگزاری توانا سید عیسی مزاری گفته است که محمد محقق صدها شهروند و روشنفکر جامعه هزاره را از دوران جنگهای داخلی تا دوران دولت جمهوریت به قتل رسانیده است. او گفته است که محمد محقق چهره تاریخ جهاد و هزاره ها را سیاه نموده است. واز صد فیصد شهدای هزاره هشتاد فیصد به دستور محمد محقق ترور شده است. ادعای سنگین و تکان دهنده که واکنش فوری محمد محقق را در پی داشت. محمد محقق با اشاره به کارنامه گذشته از دوران طلبگی و مدرسه گرفته تا دوران جهاد و مقاومت و همچنان مبارزات سیاسیش در 20 سال گذشته یادآوری کرده و گفته است که در این روزها از طرف بعضی اشخاص فرومایه و هزار ستیز که خود را با همه فسادشان اهل دین هم قلمداد می کنند و لباس روحانیت را هم به تن دارند علیه این جانب حملاتی را در فضای فیسبوک و توییتر انجام داده است و بهتونهای ناحق را از چهار ده قبل به من نصار کرده است و نیز این روحانی نمای حرزه به حزب وحدت که اثار تلاش و جهاد چهارده سال جهاد یک ملت بود و به رهبر شهید مزاری که قبل آمال میلیونها مجاهد مسلمان و تحصیل کردگان و روشنفکران کشور است اهانت کرده که از دو جهت سوال برانگیز است اول این آدمک به حدی خام است که نمیدونه در این شرایط حساس کشور نفاق اندازی بین جامعه هزاره و تشیع چه عواقبی داره. دوم اینکه که این شخص سمارقی در این چهل سال بیشتر کجا خواب بوده که این حرفها را نگفته و تازه از خواب برخواسته و این چرندیات را علیه تنها جریان سیاسی که مدافع مردم شیعه و هزاره است مطرح کرده است. البته من در گذشته هم مخالفینی داشتم که آنان از میان برخی تیفهای دیگر بودند که آنها من را شخص قابل قبول نمی و از نظر فکری این جانب را بنیاد گرا واز نظر سیاسی خلاف منافع مردم هزار واز نظر تعلقات مخالف آمریکا و وابسته به ایران تبلیغ می و می با گره زدن من جامعه هزاره را به ایران منافع هزاره ها را به خطر انداختم. و بعضی هایشون مرا موسس فاطمیون میگفتند که گویا من با فرستادن بچه های شیعه وحزاره به جنگ در سوریه موجب تلفات آنان شدم ولی الان جنجال این تیف دوم روی هر مسلحتی که سنجیدند کمی فروکش کرده و شاید اینان مساله مردمشون رو در همگرایی و همسوی دیدند یا دلایل دیگر. ولی این بار در سایه حاکمیت طالبان تیغ بدخواهان روحانی نما دسته پیدا کرده و احساس کردند که اکنون با حاکم شدن طالبان اقتدار هزاره ها برای همیشه در هم شکسته است و وقت آن است که از پشت سر خنجر بزنند و کار را تمام کنند و این گونه تبلیغات دروغین لجام گسیخته را راه انداختند. این حلقه مزدور بیگانه همه حوادث جنگهای داخلی به این مجاهدین در دهه شست و دهه هفتاد را به من نسبت دادند. انگار که دیگر هیچ انسانی زنده جان در جامعه نبوده و من تنها بودم، و همه این کشتارها و کارهای بد را انجام دادم در حالی که در طول این سالها همه کارنامه های افتخار آمیزی رو که رقم زده این نتیجه تلاش مشترک رهبران تراز اول یک ملت است چه مثبت یا احیانا منفی و اگر خلایی قابل توجهی در کار من وجود می داشت حتما دیگران به موقعش موضع می گرفتند و من یکی از مسئولان حوادث آن دوره بودم دیگران هم کلوخ چشم دار نبودند محمد محقق که پس از سقوط نظام همانند سایر سیاسیون کشور را ترک کرده و اکنون در ترکیه به سر میبرد در قالب شورای مقاومت ملی فعالیت دارد و سید عیسی مزاری گفته است محقق نمیتواند از ترکیه خود را دایی دار ملت و مردم هزاره بخواند و دست او به خون صدها شهروند پشتون تاجیک هزاره و اوزبیک آلوده است و باید زودتر از اینها جلای وطن میشد محمد محقق گفته است در واکنش به این بخش از گفته های سید عیسی مزاری گفته است که امروز هم در چوکات شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان به عنوان یک طرف مهم قضیه دائیه عاده حقوق مردم هزاره و جامعه تشیر رو دارم و در هر شرایط مطابق توان و اقتضاعات زمان تلاش می کنم و به ملت عزیزم اطمینان می دهم که تا به کرسی نشاندن این دائیه آماده قربانی و فداکاری هستم. و در سطح ملی در داخل کشور طرفدار وحدت ملی و رابطه دوستانه و برادران میان همه اقوام با هم برادر کشور ام از شیعه وسنی، پشتون تاجیک، هزار اوزبیک، ترکمن، ایماق، بلوچ، عرب و پشه نورستانی و غیره هستم. و جامعه هزار را ام از شیعه و سنی و شیعه اسماعیلی اسلامگرا و دیموکرات دوست دارم و همکارم، ولی خودم چون طرفدار حکومت اسلامی، اعتدالی و مردم سالار هستم که در ظرف اون همه گونه های فکری، فعالیت فکری و سیاسی بتونند، لذا برای استقرار اون تلاش می کنم و این کار که همبستگی من با قوم و مردمم باشد، موافق آموزه های دین و مذهبم هم می باشد. در عرصه موضع گیری های سیاسی لازم است بگویم که در سطح منطقه من نه وابسته و ایرانم و نه مخالف و دشمن ایران ولی به عنوان یک مجاهد مسلمان شیعه طرفدار ارتباطات فرهنگی و سیاسی و اقتصادی با حفظ منافع ملی دو ملت با کشور برادر ایران هستم چنان که به خاطر مسئله همسایه داری و مسلمانی و مشترکات منطقوی طرفدار ارتباط حسنه و تعامل با همه کشورهای همسایه و مسلمان همانند ترکمنستان، اوزبیکستان، تاجیکستان و سایر کشورهای اسلامی دور و نزدیک دنیا هستیم و این ارتباطات لازمه یک حکومتداری موفق می باشد و معنای وابستگی را نمی دهد. و در سطح منطقه و جهان طرفدار روابط حسنه با همه کشورهای جهان هستیم و با آمریکا هم اگر احترام استقلال و حاکمیت ملی ما را نگاه بدارد نیز طرفدار خصومت نیستم چون ما یک کشوری هستیم که بیشتر از دشمنی به دوستی و حسن روابط دیپلماتیک با کشورهای بزرگ ضرورت داریم چنان که عین روابط را رو با روسیه و چین و هند می‌خواهیم داشته باشیم و نیز در پایان به رقیبان و یا مخالفان پیام دوستانه می دهم که رقابت سیاسی حق مشروع شما هست، ولی در قدم اول بیایید دست در دست هم بدین در مقابل قول استبداد ایستادگی کنیم و اگر رقابت برای خدمت به مرم و کشور هم در نظر باشه در عرصه نرم افزاری و سخت افزاری علیه دشمن برای رقابت سالم احترام دارم. و نیز به این بدخواهان و دشمنانم توصیه می کنم دست و پاچه نشه میدان وسیعی است راه تبلیغات غیر مجاز دروغ و تهمت و دشنام بند باشد اگر خیال رهبری جامعه هزاره در سر بیایید در امر خدمت برای احقاق حق مردم رقابت کنیم و تا هنوز مردم شما را بهیس افغانستانی نمیشناسند. اگر فکر میکنید که هزارها دیگر تاریخشون تموم شده نوبت اشخاص جلی مثل شما رسیده بیایند از تاریخ سالم کار کنید اگر مردم هزار شما را به رهبری قبول کردند چشم به خیل کور باشد ولی به تبلیغات زهر آگین و دروغ دامن نزنید که دشمنی ایجاد میکنه ما نتیجهش را در طول بیشتر از دو دهه جهاد و مقاومت دیده این جنگ های داخلی دهه 60 و 70 در ابتدا از همین تبلیغات مسموم شروع شد و مردم را به جان هم انداختند که تکرار اون گناه است نابخشودنی است. توصیه من این است که همه دست به دست هم بدیم اگر رقابتی هم در کار باشه، مسالمت آمیز باشه و این حق مشروع و قانونی هر جمع و جماعت است. صفر سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان که همانند سایر سیاسیون اکنون در بیرون از افغانستان در نیوزلند به سر میبارد نیز به دفاع از محمد محقق پرداخته و در صفحه فسبوکش اینگونه نوشته است. استاد حاجی محمد محقق از چهره های برجسته و سرافراز جهاد، مقاومت و سیاست مردم ما است. در این روزها برخی از چهره های معلومال حال که در طول سالهای سال هیچ گونه نقش قابل ذکری در تحولات کشور و در سرنوشت مردم هزاره و شیعه افغانستان نداشتند، اکنون با استفاده از فضای سیاه و تاریکی که در کشور مسلط شده به تخریب چهره های مبارز و نامدار و نمادهای های و افتخار مردم ما میپردازند. و از اون جمله شخصیت جهادی و سیاسی و مبارز و مجاهد نستور استاد محمد محقق را نشانه گرفتند و با ادعاهای واهی و تخریب و اتهام و افترا گویا میخواهند افشاگری کنند و از این طریق نام و نانی پیدا کرده و به قول شاعر برای سر بیمغز و بی کلاه و تهی از اندیشه از این نمد کلاهی بدوزند استاد محقق از طلایه داران مبارزات ادالت خواهی مردم ماست و علیرغم پارهایی از تفاوتهای جزئی در شیوه‌های های کاری و مبارزاتی اما کارنامه ایشون برای همه ما روشنتر و شفافتر از آن است که با این گرد و بار پراکنی های خدشه دار شود توهین به استاد محقق اهانت به همه مردم هزاره و بی احترامی به همه پیروان رهبر شهید استاد مزاری و هواداران میلیونی حزب وحدت است مردم هزاره امروز در آن حد از آگاهی و هوشیاری هستند که بین خدمتگزاران و خاینان تفکیک کنند و فریب دقل را نخورند. خناسان و فرصت طلبان فکر نکنند که امروز سکوت و تحمل یاران و سنگرداران مقاومت و عدالت ناشی از ناتوانی آنان است. ما هیچگاه نخواستاییم و هم نمیخواهیم مساله مردم را ندیده گرفته و در نفاق افکانی پیشگام شویم. بگذرد این روزگار تلختر از زهر بار دیگر روزگار چون شکر آید. سید ایسای مزاری هشدار داده است که دوسیه ها و حرفهای های ناگفته زیادی را به زودی علیه محمد محقق افشاد خواهد کرد. اکنون دیده شود که وی چی در خورجین دارد و چی چیزی را افشاد خواهد کرد. سید ایسای مزاری برای خوش خدمتی به طالبان و روابط میان طالبان و ایران از هیچ سعی و تلاش فروگذار نمی کند. چندی قبل که به مرکز آموزشی کاج در غرب کابل حمله صورت گرفت، هزارها در داخل و خارج از افغانستان اعتراض گسترده را به راه انداختند و آن را نسل کشی خواندند. هزارها در طول تاریخ از یک تبعیض و رنج تاریخی که توسط حکومت‌های مختلف و بالخصوص در دوره اول طالبان اعمال شد و هزاران انسان هزاره را در مزار شریف یک ولنگ بامیان و کندی پشت به رگبار بستند که تداوم همین سیاست حذف هزاره بوده است و آن را نسل کشی می خانند. اما سید ایسان مزاری به جای ابراز همدردی با هزاره ها و جامعه اهل تشیو که از این ادرس به آبونان رسیدند به این دادخواهی جهانی اعتراض کرد و اینگونه تاخت. ضرورتی دارد که ما حالا بیاییم هشتک بزنیم و یک قوم را مورد برحال هدف دشمن بدانه و مورد خب کسانی که کسانی که داعش را تأسیس کردند و میآیند در داخل افغانستان ما را میکشند همونها جریان های دیگری را هم تأسیس میکنند که بعد از این حرکت ها خوراک های تبلیغاتی درست بکنند و علیه ما در داخل کشور مشکلات جدی وجود ایجاد بکنند شما حتما در بحث هشتگ ها که بنیان این هشتگ ها چه کسانی هستند یک شورای به نام شورای جهانی هزاره این شورا توسط انگلیس تاسیس شده است آقایون شمایی که در خارج نشستید چرا کار میکنید که در میان مردم ما اختلاف ایجاد شود چرا مردم ما را در معرض سوء زن قرار میدهید چرا به هر حال این قوم و آن قوم میکنید اگر بحث کشتار هست خب همه کشته شدند ما نمیگیم که بالاخره کشتار خوب است ما خوشحال به هیچ وجه نیستیم و همه را محکوم میکنیم و در برابر کشتارها و عوامل کشتار قطعا حساسیم و حساسیت اما ما باید توجه داشته باشیم که چگونه ما برخورد بکنیم که در کشور تأمین امنیت شود در